درود و وقت بخیر، به پادکست خبرهای مهم این هفته از عمل خوش آمدید. با خبر در مورد ناپدید شدن بیش از 51,000 کودک پناهجو در اروپا آغاز میکنیم. آمار کودکان و نوجوانان پناهجوی زیر سن قانونی و بدون همراه که در فاصله بین سالهای 2021 تا 2023 در سراسر اروپا ناپدید شدند به 51,433 نفر رسید است. این نتیجه پژوهش‌های گروهی از خبرنگاران است که در پروژه به نام گمشده در اروپا فعالیت می‌کنند. با گفته خبرگزاری تاگس شاو، تنها 3 سال پیش تعداد گمشدگان 18,300 نفر بود. تعداد کودکان گمشده پناهجو در آلمان نیز از 724 کودک در سال 2021 به 2005 نفر رسیده است. این پژوهش همچنان نشان می‌دهد که 15 کشور از 31 کشور اروپایی با پرسش‌های این گروه تحقیقاتی پاسخ ندادند. این در حالی است که ایتالیا و اتریش هر یک از ناپدید شدن بیش از 20,000 کودک خبر می‌دهند. انجمن سیبخه از افزایش نگران کننده تعداد اعمال خشونت آمیز جناح راست در سراسر آلمان به ویژه شلیسویک هولشتاین خبر می‌دهد. طبق گزارش این انجمن در سال 2023 حدود 136 مورد خشونت نجات پرستانه ضد یهودی و راستگرایانه گزارش شده است که 187 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. این ارقام در تضاد کامل با 104 مورد ثبت شده در سال گذشته است. آنچه به ویژه نگران کننده است نسبت بالای کودکان و جوانان در میان قربانیان است که حدود 20% را تشکیل می‌دهد. بیشتر حملات با انگیزه های نژاد پرستانه و بدون بالا آن انگیزه های ضد یهودی و ضد کوئر صورت گرفته است. خشونت های فیزیکی مشخصه بیشتر این حملات است، در حالی که تهدیدها و اجبار نیز نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است. انتخابات منطقه‌ای و اروپایی در نوی جون امسال برگزار می شود، اما از روز سه‌شنبه امکان رایگیری زود هنگام وجود دارد. شهروندان آمبورگ می توانند با مراجعه به اداره منطقه یا شعبه مربوطه و یا درخواست برگه رای پستی در این انتخابات شرکت کنند. برای رایگیری در انتخابات منطقه‌ای 10 رای و برای انتخابات اروپایی 1 رای به هر فرد تعلق می‌گیرد. شرایط رایگیری شامل سن 16 سال به بالا و سکونت در هامبورگ است. برای انتخابات اروپا تابعیت آلمان یا اتحادیه اروپا در صورت ثبت نام قبلی نیز ضروری است. با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات توصیه می شود برای جلوگیری از ازدحام زودتر اقدام برای گیری. 11 سوپرمارکت لیدل در برلین و براندنبورگ پس از تحویل صندوق‌های موز سفارشی در مجموع 223 کیلو کوکائین در آنها کشف کردند. این بیشترین مقدار کوکائین است که تاکنون در این ایالت‌ها کشف شده است. به گفته رسانه RBB 24، موزها پنجشنبه 25 آوریل به سوپرمارکت‌ها تحویل داده شده بودند. 119 کیلوگرم کوکائین در صندوق‌های برلین و 104 کیلوگرم در براندنبورگ جاسازی شده بود. کوکائین‌ها یک روز پس توسط پلیس سوزانده شدند. پلیس به دنبال کسانی است که پشت این مسئله قرار دارد. کمتر از 50 روز تا آغاز یورو 2024 در آلمان باقی مانده است. یوفا از ساعت 11 صبح روز پنجشنبه بیش از 100,000 بلیت برای بازی‌های مختلف از طریق پلتفرم رسمی فروش بلیت به فروش می‌رساند. این فرصت دوباره برای هواداران است که هنوز موفق به خرید بلیت نشدند. قیمت بلیت ها بین 30 تا 1,000 یورو متغیر است. در هامبورگ نیز 5 بازی یورو برگزار می شود که شامل 4 بازی گروهی و 1 بازی 1/4 نهایی است. هواداران تیم ملی آلمان برای خرید بلیت بازی های احتمالی این تیم در مرحله حذفی باید با صعود آلمان به این مرحله امیدوار باشند. از توجهتان به پادکست خبری این هفته سپاسگزارم.